درود به شما براندازهای عزیز. مهمترین مأموریت پزشکیان افزایش قیمت بنزین به 1 دلار. این چیزیه که برای تایید صلاحیت قولشو به خامنه ای داده و چاره ای به جز انجام دادنش نداره. پزشکیان چند روز قبل گفت که منطقی نیست بنزین رو 1 دلار بخریم بعد 3000 تومان به مردم بفروشیم. این یعنی باید یارانه دولت به مردم قطع بشه. ولی عوضی بودن پزشکیان از اینجا مشخص میشه که هیچ حرفی درباره یارانه‌ای که مردم به دولت میدن نمیزنه و اصلا نمیگه که منطقی نیست. اینکه یه خودرو به ارزش واقعی 3-4 هزار دلار رو میخریم 30 هزار دلار هم منطقی نیست. یعنی یارانه مردم به دولت هم باید از بین بره. خودروهایی که مقاومت بدنه اونها حتی از یه نی نوشابه هم کمتره. یه نی دارم از ورق تارا محکمتره، اینم تستش. صد رحمت به این نی، نگاه چند بار ازش سوریدن، تازه دوبلش رو نیدی. فقط داشته باشید بچه، نگاه کن اصلا حلبی غلط کنه انقدر صفر باشه. اینو میدن 1 میلیارد، حتما هم توش زنده میمونی، اصلا نگران هیچی نباش. در بی‌شرافتی پزشکیان همین بس که قیمت بنزین در ایران رو با قیمت بنزین در سایر کشورهای دنیا مقایسه میکنه، اما میانگین درآمد در ایران رو با میانگین درآمد مردم در اون کشورها مقایسه نمیکنه. در بسیاری از کشورهای جهان درآمد یک سال یک کارگر به اندازه درآمد یک کارگر ایرانی در تمام طول عمرشه. در آخر این ویدیو هم یه ویدیوی کوتاه مثبت 18 از یه دختر ایرانی آزادیخواه مخصوص برای خامنه ای پخش میشه که باید تنهایی ببینید. اما انگار پزشکیان تازه داره میفهمه که آخون یعنی چی. تازه داره میفهمه که مافیای خامنه ای و نماینده های عمامه به سرش چه قدرتی در ایران دارن. چند روز قبل دستور داد تا یک کمیته ویژه برای بررسی قتل محمد میر موسوی تشکیل بشه. امام جمعه گیلان هم در خطبه های نماز جمعه پزشکیان رو به لجن کشید و گفت مگه گیلان دادستان نداره که شما میخوای به صورت ویژه بررسی کنی؟ نکنه به دنبال فتنه علیه فراجا هستی؟ آره آقای پوزیده، حالا اگه جرأتشو داری جوابشو بده تا ببینیم چند هرده ملاجی. نشون بده که به اندازه کتف رضا حجار قهرمان مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور و عضو تیم ملی بدنسازی جرأت و شهامت داری. رضا حجار که مدال قهرمانیشو به جای خامنه ای به دوست دخترش تقدیم کرده بود، امروز خامنه ای رو به دوئل دعوت کرد. حجار اول این عکس رو از دوست دخترش که همیشه گفته فکر میکنه زیباترین دختر ایرانه منتشر کرد و نوشت من اگر 100 تا طلای دیگه هم بگیرم بازم میدمش به تو. بعدم از فساد خامنه ای و مزدورانش گفت و اعلام کرد که در مقابل ظلم ضحاک میسته. دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. پیرامون اون حواشی پیرانم تازگی ها به وجود اومده، خواستم یه توضیحی بدم که ما همین صورتمون هم رژیمیه، رژیمو نگه داشتیم. ما اول شدیم انتخاب تیم ملی، متاسفانه کمیته فنی رأی داورای ما رو قبول نداره. بعد از مصاحبه‌ای که کردم مدال تقدیم کردم به دخترم، متاسفانه من از تیم الف اووردن به دوبار جابجا شدم و گفتن که مبلغ الان یعنی گفتن 35 تومن بابت هتل و فلانت بده بیا که قشنگ حق منو کامل فول با این که اول شد. این مدالو به کی تقدیم میکنی؟ حالا این مدالو میخوام تقدیم کنم به دوست دخترم. چی؟ به دوست دخترم. چند ساله مگه با همین؟ ما الان 3 ساله با همین، 3 ساله داره زحمت ما میکشه واسه مسابقه. چه نمیگیری؟ ما دیگه میگیرم انشالله. آقا رضا حجار قهرمان بگیر فیتنس. خط خوردی از تیم الف یه چیزی بود که اصلا عجیب غریب بود و بی احترامی بود هم به من هم به جمع داوری ما. یعنی داورای ما کارشون رو بلد نیستن،
این همه سابقه و این همه قضاوتی که کردن. به داخل اسپانیا گوشی موبایل منو بردن، ساکم رو گشتن، اتاقم رو گشتن، سیف واکسم رو گشتن. من مصاحبه نکردم، ساکت بودم، هیچی هم نگفتم. ببینید همه اینو از اونجا نشد میگیره. این که به خود شما ظلم میشه، شما سکوت میکنید. هنوز هم همه پرونده هاش هست، هم تو حراست هست، هم دست خودم هست، هم فوتوکوپی هاش هست که فدراسیون اومد و من 1400 دلار پول گوشی رو داد. گوشی رو ساک من بود، گوشی رو بردم. گفتن که تا ایران منو کشوندن. گفتم برسیم ایران بهت میدیم. لب فرودگاه که رسیدیم نه گوشی به من دادن نه چیزی، گفتن گم شده. من اصلا اینا رو مصاحبه نکردم که بگم. باید میکرد، باید اینو مصاحبه میکردم و میگفتم اشتباه کردم. چون مصاحبه نکردم الان اینا داره پیش میاد برای من. میدونی چی دارم بهتون میگم؟ زیر بار ظلم نرید. اصلا هر کی بهتون ظلم کرد یا بهش ظلم کنید یا پکش بریزید رو آب. بدونید با چه آدمایی رو در رو هستید. از این قسمت ویدیو یه جوریه که برای بعضیا بهتره با صدای بلند نبینن. چند روز قبل بود که وزیر نیرو از مردم خواست به جای کولر از پنکه استفاده کنن. به یه سری از کارمندای اداره برقم پول دادن تا این حرفا رو تکرار کنن. البته یکی از کارمندا هم به سیم آخر زد و همشون رو نابود کرد. سلام. از برکار شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان امور شهرستان انزلی. همه شما برقدارمنده را شبان روز کامل تلاش کردید. خواهشمندیم چند راهکار ساده که به شما بودیم، از جمله خاموش کردن لامپ‌های اضافی و تنظیم دمای کولر روی 25 درجه و ما یاری بگرد. به همین سادگی. ممنون. سلام همشهریان عزیز، به پوزیشن‌های همکارای ما توجه نکنید. کولرهای خود را روی 18 بذارید و موقعی که می‌خواید استراحت بکنید در پنجره را باز بذارید که از هوای بیرون هم استفاده کنید. یک هوای مطلوب بهاری به شما برخورد میکند. اینا همه پوزیشن گفتن برق رو استفاده کنید، کسی کیر شما رو نمیتونه بخوره. یکی از دخترامون هم خلاصه ای از جادوی اهریمنی خمینی هندیزاده و دلیل به دام افتادن مردم در این جادو رو البته کمی با بی‌اعصابی بیان کرد. آقا میگن سال 47 مردم ریختن بیرون. شاه گفت چی شده؟ گفتم مردم گرسنن. گفت تمام اجناس و ارزون رو فراوان کنید تا مردم سیر بشن. مدتی گذشت دوباره مردم ریختن بیرون. شاه گفت چی شده باز؟ گفتم مردم بر اثر سیری کیفشون بلند شده. شاه گفت تمام شهرها رو پایش خونه بزنید تا مردم بتونن خودشون رو تخلیه کنن. سال 57 دوباره مردم بلند شدن. شاه پرسید باز چی شده؟ گفتم مردم کونشون میخاره. شاه گفت این دیگه از دست ما بر نمیاد، بدید آخوندا کونشون بذارن. و این داستان ادامه دارد. سال 1402 یا 3.